چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم برنامه یادبود سیمین بهبهانی در لندن با همکاری 12 سازمان فرهنگی ایرانی و سواس برگزار شد و در حقیقت پاسخی بود به خواسته خود او که 9 سال پیش در برنامه بزرگداشتش در همین سالن برونای گالری گفته بود: اگر موفقیت ایران را می‌خواهید بایستی دید و همدیگر را دوست داشته باشید، مثل امشب در انجمنی با تشکیلات 3 تا 4 تا تشکیلات و عقاید مختلف جمع بشید و همیشه به همدیگه احترام بگذارید و نظر همدیگه رو مغتنم بشمارید. جفت همچون مریم و سیما سخت است روزگار، ولیکن ای دست و پا شکسته مبادا اندیشه استوار نداری، چون پاره پاره تن یاران وانگه مهار عشق رها کن که اینجا زگریه آر نداره که اینجا زگریه آر نداره. در این جلسه بیش از 450 نفر گرده هم آمده بودند تا به سخنان، پیام‌ها، شعرخوانی‌ها و هنرنمایی‌های چهره‌های سرشناس شعر و موسیقی ایرانی و شخصیت‌های اجتماعی گوش فرا دهند. به این یاد بود خوش آمدید. امشب گرده هم آمدیم تا به یاد چابک غزال غزل زندگیش رو جشن بگیریم. 11 سازمان برای اولین بار در خارج از کشور شانه به شانه در سازماندهی این یاد بود با هم همکاری و همفکری کردند. جمشید برزگر از بی بی سی فارسی به دنبال نمایش فیلم کوتاه و پرمحتوایش درباره سیمین بهبهانی در مورد دوره‌ها و تحولات شعر سیمین سخن گفت. اگرچه او تب آزمایی در اوزان جدید و یافتن زبانی تازه را همچون برخی دیگر از غزل سرایان این دوران در این زمان آغاز و یک نمونه از غزل‌های تازه‌اش را هم در این کتاب با مقدمه‌ای مفصل به عنوان اولین مانیفست غزل نوآیین فارسی منتشر کرده. شهباز ایرج به موضوع اثر شعر سیمین در میان شاعران افغانستان پرداخت. فراهم آمد و خیلی از کسانی که در این سالها رو به ادبیات آورده بودند و یا در گذشته با سیمین و آثارش آشنا بودند، فرصت این را یافته بودند که بروند و از نزدیک با سیمین بهبهانی ملاقات کنند. شاداب وجدی در مورد ویژگی‌های شعر سیمین گفت: نکته از شعرهای سیمین اشاره بکنم و اون احساس انسانیتی که در شعراش بود. وقتی که اون دوپاره‌هایی رو که میگفت قبل از انقلاب، در اون فقط ممکنه الان جوانهایی که اینجا هستند زیاد توجه به اون شعرها نداشته باشن، نغمه روسبی، جیببر و امثال اینها در اون شعرهای سیمین تجلی داشت. عشقش به انسانیت بود. در پایان شاداب وجدی از نزدیکترین دوست سیمین در لندن لعبت والا یاد کرد که به علت بیماری در این جلسه حضور نداشت. لعبت والا: سیمین تو غرور و شعر و شور سخنی، آزاده ترین سخنوران وطنی. مهر تو
سرشته با دل و جان من است. یک شعر تو همتراز دیوان من است. سرشار و رها و زنده و جاویدان، نام تو نماد نام ایران من است. شود که مرز نماند دیگر به روی زمین، پرندوار به هر سو سفر کند انسان. سفر نشانه دیدارهای خوش باشد که مژده‌های نو آرد برای منتظران. تو ای مسافر محبوب سرزمین بهار، برو برو که راحت جاودانه روشن باد. پیام‌های متعددی برای این جلسه از جمله از طرف جواد مجابی، تهامی داماد سیمین، علی بهبهانی فرزند سیمین، گلرخسار شاعر پرآوازه تاجیک، شیرین عبادی و داریوش اقبالی رسیده بود که پخش شدند. در جزئی ترین لحظه های زندگی مادر با او شریک بودم، هم باز بودم و خیلی در این تأسف و تأثر که از بین ما رفت سرفرازم که او تا آخرین لحظه حیات سربلند، عرض کنم مفتخر و آزاده بود. در مورد برخی از افراد لغت مرگ را نمیتوان به کار برد. سیمین خانم نمرد، فقط دیگر نمیتواند شعری بگوید. سیمین بهبهانی عزیز دل همه اونهایی بودن که هستند، بودن و هستند که با شعر بزرگ فارسی تاجیکی داری که همش در مجموعه همون شعر فارسی است، برای همه خیش بودن، برای همه عزیز بودن و رفتنشون برای دل همه را تکان داد. غزل بانوی سرزمینم از بین ما رفت. برای من افتخاری بود که از او در کارنامه خوانده هایم اشعار زیبایی از او داشته باشم. من ایمان دارم که اشعار او بعد از این بیشتر به گوش شما خواهد رسید. اشعاری که هر کدوم به خاطر یک حادثه و اتفاقی سروده شده، چه درونی چه بیرونی. و این هم کاری است که برای شما دوستانی که گرد هم در لندن آمدید و یاد او رو گرامی داشتید تقدیم روح بزرگ او می‌کنیم که برای قربانیان و اعدامیان زنانی که نمی بایستی به قربانگاه و اعدام می رفتند سروده شد. سوار خواهد آمد. روح شاد. سوار خواهد آمد، سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن، ز شست و شوی باران صفا. موسیقی هم بود، پیمان هدریان سنتور نواخت و فرانچسکو ینوزلی با عودش او را همراهی کرد و مردم هم آنها را همراهی کردند. استادان شعر، شعرای به نام فارسیگو و شخصیت‌های فرهنگی مقیم لندن، اسماعیل خویی، علیرضا نوری‌زاده، مهرانگیز رساپور، میم پگاه، شیرین رضویان و رضا محمدی هر یک سخنی گفتند و شعر خواندند. تو را سخن کجی و لاغ بر نمیتابد، چرا که چون خودت آیین روست. سیمین جان بر آبهای فصاحت خرام شعرت را، وقار فاخر رفتار قوست. سیمین جان واقعا میخوام بگم تا
تجسم عشق بود، یعنی انقدر این زن زیبا و عاشق بود که وقتی میشست و به یاد مرد گم شدهش عشق میریخت، دادم میفهمید که تجلی عشق در این شعر چرا هست، چرا به این صورت، به خاطر سیمین بود. حیرت میکنم از این باغ که دست پاییز را میبوسد، حیرت میکنم از این عطر که خود را بر جنازه میافشاند. بر فراز افق آرام ایستاده بود و شعر زندگی می سرود، آن شاعر، آن مادر، آن زن. متشکرم. شاید شبانگهان همه را تار کرده است، اما که گفته است سحر غیر ممکن است. شاعران جوان فاطمه شمس و پویا سره، برندگان جایزه شعر ژاله اصفهانی سال 2013، نیز شعر خواندند. در خواب دیدم زنی را بر گور خود ایستاده، در خواب دیدم زنی را بر گور خود ایستاده، در بادهای مخالف با دستهایی گشاده. گفتند دوران غزل آمد به سر، اما سیمین نشان دادی غزل شعر زمان توست. از آسمان و ساکنانش شعر تو خالی است، زیرا زمین با مردمانش آسمان توست. نوای سحرانگیز کمانچه ادیب رستمی، نوازنده جوان، استقبال حاضران را به همراه داشت. هادی خرسندی با طنز و شوخی‌های خاص خودش یادی از سیمین کرد و پیامی شفاهی از طرف ابراهیم گلستان را به جلسه ارائه داد. آقای گلستان گفت و درست هم گفت، ایشون در آستانه 90 سالگی هستند، این مرد بزرگ، و ایشون گفتن که من با سیمین بهبهانی اومدی بیا. 10 دقیقه. هفت دقیقه مال من نبود. تموم شد؟ من پیام به ابراهیم گلستانه به قرآن، خودم هنوز چی نگفتم. شاداب جون به من گفتن که یه شعری هستش که گلستان وقتی میخونه یا وقتی خونده زار زار گریسته است، و من به لطایف الهیال چیز کردم که در بیارم از زبان آقای گلستان که توش غزل سیمین اوشنو به گریه انداخته. بشمار برگ‌های گلی را، بشمار برگ‌های گلی را وقتی که هیچ کار نداری، با یاد یار زمزمه ای کن. در پایان به دعوت سودابه فرخ‌نیا، حضار با همخوانی در پخش ترانه میسازمت وطن، سالن را با یاد دلنشین از سیمین بهبهانی ترک کردند. اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل اشک روان خیلی.